گوشیش رو برداشت و برای معصومه پیام داد. سلام، در چه حالی؟ معصومه که گوشی اتاق روی کتاب و خوابش برده بود با شنیدن صدای پیام گوشی از جا بلند شد. با دیدن اسم بهرام اونقدر خوشحال شد که انگار اون شب خدا تمام ستاره ها و دنیا رو به نام اون زده. معصومه که خیلی برای بهرام دلتنگ شده بود و کلی ذوق زده گوشی رو برداشت، شماره بهرام رو گرفت. دستاش می لرزید، قلبش تون تون می زد. بهرام با لحنی گرم و خسته گفت: جانم عزیزم. معصومه که هنوز قلبش داشت تون تون می زد با صدای لرزون گفت: سلام. چطوری عزیزم؟ خوبم، تو چطوری؟ چه عجب، یادی از ما کردی؟ بهرام لبخند تلخی زد و گفت: حالم خیلی بده. معصوم که هنوز به خاطر پیام ساده و گرم بهرام تو دلش خوشحال بود، با شنیدن صدای خسته بهرام بی اختیار با حالت بغض پرسید: چی شده؟ بهرام که انگار اون روز فقط دنبال یه هم صحبت میگشت، تمام داستان رو برای معصوم تعریف کرد و اون شب معصوم احساس کرد چقدر به بهرام نزدیک شده و عشق بهرام بیشتر تو دلش نشست. اما بهرام اون شب فقط داشت با خودش فکر میکرد و معصومه براش نقش یک مشاور بود. اما معصومه تو دل خودش احساس کرد اون شب میتونه بهترین دوست اون باشه. وقتی بهرام از معصومه خدافظی میکرد، ساعت نزدیک 12 بود. بهرام که خیلی خسته بود با همون لحن گرم همیشگی گفت: عزیزم، بعدن خودم باها تماس میگیرم. و این اولین اثبات عشق برای معصومه بود، در حالی که بهرام فقط برای تنهاییش دنبال هم صحبت میگشت. معصومه اون شب تا صبح با آرزوهای بزرگی که روی سرش بود سرش رو بالش گذاشت و فکر میکرد بهرام همون فرشته‌ای که خدا به اون داده. صبح آروم آروم از راه رسید. مرتضی صدا زد: بهرام، بهرام، پاشو، مگه امروز تو کلاس نداری؟ بهرام چشاشو آروم باز کرد و گفت: مرسی مرتضی جان که بیدارم کردی، امروز حوصله ندارم، حالم خوب نیست. مرتضی دستشو گرفت و گفت: پاشو پسر، باید بریم. بهرام که کمی با مرتضی رو دروسی داشت، با هم حال خسته از جا بلند شد و با هم به سمت دانشگاه رفتن. وقتی وارد کلاس شد، ناراحتی چشاشو پر کرده بود. همه بچه‌ها براش نگران شدند و اون دیگه نمی‌دونست دوست داشتن یعنی چی، اصلا خوبه یا بد. سمانه که از همون ترم اول نگاش تو چشای اون گره می‌خورد، اما به قولی برای خودش خیلی ارزش قائل بود، نگاهی بهش انداخت و با دیدن چهره ناراحت اون از روی صندلی بلند شد و گفت: آقای زیبا تورنج، مشکلی پیش اومده؟ بهرام نگاهی بهش کرد و گفت: نه خانم مقدم، مشکلی نیست. سمانه که انگار از پرسیدن این سوال پشیمون شده بود، دوباره سر جاش برگشت و تا آخر کلاس دیگه اصلا به بهرام نگاه هم نکرد. چند روزی گذشت. بهرام کم کم حالش بهتر می شد. معصومه توی اون چند روز بهترین روزهای زندگیشو می گذروند. اون می تونست هر روز با بهرام صحبت کنه، صداشو بشنوه و بهرام که متوجه شده بود معصومه خیلی به اون وابسته شده، سعی میکرد هر بار بهونه پیدا کنه تا مجبور نشه با اون زیاد صحبت کنه. اما صدای گرم و مهربون معصومه گاهی اوقات سبب میشد اون بین عقل و احساس درگیر بشه و تو دلش چون هنوز معصومه رو یک مشاور خوب میدونست با اون صحبت میکرد و هر بار که معصومه به اون میگفت که چقدر دوستش داره و دلش برای اون تنگ شده، اون فقط میخندید و میگفت: مرسی، دل به دل راه داره عزیزم، تا خودت هستی من هیچ کی رو نمیخوام. معصومه لبخندی زد و گفت: حاضری ثابت کنی؟ بهرام با لحنی گرم گفت: چی دوست داری بهت بدم؟ چک، سفته، هر تضمینی که تو بخوای. معصومه با صدایی لرزان گفت: اگه یه روز تو نباشی من؟ بهرام وسط حرفش پرید و گفت: تا خودت هستی هیچ کی رو نمیخوام، میدونی دیگه این دوستی تاریخ انقضایی نداره. 3 ماه گذشت و دوباره انگار اون شده بود همون بهرام سابق. دیگه برای معصومه وقت نداشت و بهترین بهانه‌اش این بود که امتحانات پایان ترمش شروع شده. چند ماهی به من زنگ نزد، درسا خیلی زیاده، تا
تابستون که اومدم تهران میام میبینمت. توی اون روزها دوباره احساس تنهایی وجود بهرام رو پر کرد، اما اون دلش عشقی رو میخواست که خودش بتونه انتخاب کنه و شاید این تنها دلیلی بود که کمتر احساس خوبی به معصومه داشت و شاید از انتخاب شدن بیزار بود و شاید این تنها راز بزرگ بود، تا اینکه به پیشنهاد یکی از بچه‌ها اون به ستاره پیشنهاد دوستی داد. ستاره که دختر استاد بود برای خودش خیلی خواستگار داشت و شاید تو دلش هیچ دوستی رو قبول نداشت، اما صورت زیبای بهرام عهد قدیمی ستاره رو هم در هم شکست و اون به پیشنهاد دوستی بهرام پاسخ مثبت داد. بهرام باز هم فکر میکرد چگونه حس تنهاییش رو با یه نفر پر کنه و شب رو زمانی زیبا تصور میکنی که بدونی فانوسهاش هنوز در آسمان میدرخشند و دوباره به یاد کودکی ستاره ها رو میشماریم و برای ستاره سرنوشت خودمون دست کن میدیم. ستاره دختری با چشمای سبز، صورت ریز نقش و سبز بود. دانشجوی ترم 5 فیزیک اتمی بود و این رشته رو به پیشنهاد پدرش انتخاب کرده بود و همیشه هر وقت که عشق میخواست اون رو به بازی بگیره به یاد جمله قدیمی و همیشه یه پدرش میافتاد که میگفت دخترم، بزرگترین عشق علمه. همواره یادت باشه که خدا در قرآن میگه این چشم ها نیستن که کور میشن، قلب ها هستن که کور میشن. و عشق تنها دلیل کوری دل هاست، مگه اون که همواره با نور دانش روشن بشه. بهرام نگاهی گرمی به ستاره کرد و گفت من دوست دارم با شما بیشتر آشنا بشم، اما من با بقیه پسرها فرق دارم. من کاملا آدم صادقیم و از اهل دروغ و وعده الکی نیستم. من تصمیمی در مورد ازدواج ندارم، یعنی فعلا ندارم. خب قبول دارید که آدم اول باید طرف مقابلش رو خوب بشناسه؟ ستاره لبخندی زد و سرش رو پایین انداخت. بهرام ادامه داد خب دیگه دوره مادر بزرگ‌ها گذشته، شما یه دختر امروزی هستید، منم یه پسر دهه 60، احتمالاً مال دهه 20 و 30 نیستیم که خدای نکرده چشم بسته انتخاب کنیم، باید همدیگر رو بیشتر بشناسیم. ستاره آروم تو چشای بهرام نگاه کرد و گفت من یه جایی همیشگی هست که اغلب عادت دارم برم اونجا، یه جورایی برای تمدد اعصاب خوبه، من اونجا آرامش میگیرم. بهرام نگاهی کرد و گفت منظورتون امامزاده است؟ ستاره خندید و گفت نه اصلا، یعنی خب اونجا بهترین جای دنیاست، اما من منظورم اونجا نیست. بهرام خندید و گفت پس کجا خانم خوشگله؟ ستاره که کمی سرخ شده بود نگاهی به بهرام کرد و گفت اگه دوست داشته باشی با هم میریم، جای بدی نیست. بعد ستاره به سمت خیابون قدم زد و به طرف اتومبیلی که کمی اون طرف در پارک شده بود رفت. بهرام که کمی گیج شده بود هنوز داشت مات و مبهم به ستاره نگاه میکرد. ستاره سمت یه ماشین سفید، یه هیوندای سفید رنگ رفت، در ماشین رو باز کرد و توی اون نشست. شیشه ماشین رو پایین کشید و صدا زد تشریف نمیارید؟ بهرام که هنوز کمی گنگ بود خندید و به سمت ماشین رفت. ستاره شیشه های ماشین رو بالا کشید و گفت فکر میکنم با کولر راحت تر باشید. بعد با یه موسیقی ملایم بی کلام فضا رو پر کرد. بهرام لبخندی زد و دستای ستاره رو آروم گرفت. ستاره با حالتی ناراحت گفت لطفا دیگه تکرار نشه. دستش رو عقب کشید و مشغول رانندگی شد. بهرام پرسید خب کجا داریم میریم؟ ستاره خندید و گفت لطفا تا آخر راه سوال نپرس. بهرام کمی خودش رو جمع کرد و گفت ببینید اگه جایی میخواید برید لطفا نزدیک باشه، من کلی کار دارم، زیاد وقت ندارم. ستاره به چشای بهرام نگاه کرد و گفت گفتید میخواید منو بشناسید، خب تنها راهش سفره، نترسید دور نیست، این سفر روزانه منه. بعد در حالی که صداش میلرزید گفت افسوس که به زودی عشق به هوس بدل میشه و این نقاب بزرگ هوس صورتها رو میپوشونه. میخوام بدونم چه فاصله از هوس تا دوست داشتن مونده. میخوام پیاده بشم از این دنیای سراسر رنگ هوس، از این بازی های بچگونه میان من و تو. و دیگه زندگی شاید فقط کابوسه. من به یاد پیرمرد فال فروشی میرم که چشمانش کور بودم و فال امید رو تو خیابون ها میفروخت.
بهرام نگاهی به ستاره کرد و گفت شاعری؟ ستاره خندید و گفت نه، فقط یه عابرم مثل تو. چند دقیقه سکوت فضا رو پر میکرد و هر قد که ستاره جلوتر میرفت جاده ها از عابر خالی تر میشد و انگار با زندگی شهرنشینی فاصله میگرفت. جاده از ماشین های رنگی خالی و خالی تر میشد، انگار فقط قرار بود خدا جاده رو نقاشی کنه با همون زیبایی خاک و درخت و دشت. بهرام نگاهی به ستاره کرد و گفت من میبری دهاتتون یا؟ ستاره سکوت کرد. بهرام دوباره پرسید نکنی میخوای منو ببری یه جایی که کتک مفصل بخورم، چه خبره؟ ستاره خندید و گفت به جاده ها خوب نگاه کن، میدونی بارها و بارها تنها از این جاده گذشتم، اما همیشه یه درس رو به من میداد. اگه تنها باشم من باز دشت دشته، گرم و داغ و خاکی، درخت ها هنوز زنده هن. اگر پیاده راه برم فقط یکم بیشتر گرما رو حس میکنم، اما جاده تغییری نمیکنه. فکر میکردم نیازی به یه همسفر دارم، حالا تو تنها همسفرمی، اما باز هم جاده همون رنگ و بوی گذشته رو داره. بهرام گفت معلوم هست چی میگی؟ قرصاتو خوردی؟ ستاره خندید و کنار یک دشت خاکی که یک چشمه پر آب از اون میگذشت ایستاد. کنار چشمه وایستاد، از ماشین پیاده شد، صدا زد بهرام بیا اینجا. بهرام سمت چشمه رفت و ستاره گفت میدونی اگه قرار باشه به مقصدی برسیم تو هر مسیری که باشیم حتی پیاده میرسیم. توی مسیر هم سفرهای زیادی رو انتخاب میکنیم فقط برای اون که زمان رو بهتر بگذرونیم، شادی ها رو نگه داریم و سختی ها رو خاک کنیم. با هم بودن یعنی همین. مهم نیست صورتمون چه رنگی باشه یا چند تا کاغذ صفر دار توی جیبمون باشه، بسنت ها و کلیت ها به ما اعتبار نمیدن. پس چرا با قلب ها بازی کنیم و تو راه همسفری اینقدر بد باشیم که دل را سنگ کنیم؟ میدونی همسفر ما مثل این آب روونه؟ بذار مثل چشمه با هم باشیم، زلال و خالص. اگر رنج همون چشمه رو کم عمق کنه مهم نیست، مهم اینه که برای رسیدن به مقصد با هم باشیم. چرا همیشه عادت کردیم بجنگیم حتی برای پیدا کردن همسفر؟ میدونی اونی که دلش رو به عشق به هم سفر میده به خاطر اینه که قبول نداره پاهای اون میتونه اون رو به تنهایی به مقصد برسونه. زندگی یعنی رسیدن به مقصد معبود. من عارف و درویش نیستم، اما حقیقت زندگی فقط همینه. بهرام که از حرفای اون هیچی نمیفهمید در ماشین رو باز کرد و گفت سرم درد میکنه، میشه برگردیم؟ ستاره سکوت کرد و با هم سوار ماشین شدند و تا انتهای راه با هم حرف نزدند. بهرام انگار ترس دلش رو لبریز کرده بود. ستاره صدا زد رسیدیم؟ بهرام خندید و در ماشین رو باز کرد و گفت اجازه بده بیشتر فکر کنیم. ستاره خندید و گفت فقط 2 هفته، گرچه فاصله عشق و هوس فقط 1 قدمه، اما تو 2 هفته وقت داری. بهرام خندید و گفت باشه. روزها گذشت و بهرام یاد می گرفت چطور حرفای ستاره رو فراموش کنه و ستاره پیش خودش فکر می کرد قلب بهرام بینا شده. روزها از پس هم می گذشت و بهرام هر وقت به ستاره فکر می کرد با خودش احساس می کرد چقدر با دنیای دخترانه بیگانه است. نگاش به پنجره خیره شده بود که مرتضی صداش زد چیه داداش عاشق شدی؟ خب فقط یه راه داری، اونم خواستگاری؟ بعد میمونه موافقت پدر عروس خانم. بهرام نگاهی به مرتضی کرد و گفت آقای شیخ خواستگاری چیه؟ این دخترها همه دیوونه هن. دختر منو برده لب چشمه. با هم بودن مقصد مهمه، راه مهم نیست. بیا مثل چشمه زلال باشیم، هر جا باشم رنگ جاده یه جوره. فکر کنم قاطی کرده بود بنده خدا. مرتضی بلند بلند شروع به خندیدن کرد و گفت خب راست میگه بنده خدا، تو عقلت از دخترام کمتره. اون بنده خدا باید نصیحتت کنن، به این میگن امر به معروف، ثواب و مستحب. بهرام نگاه خشم‌آلودی به مرتضی کرد و گفت دستت درد نکنه، ایشالا جبران کنم. مرتضی خندید و گفت دوستان بیاین بریم خندق بلا کندن. مرتضی خندید و گوشه اتاق نشست. امیر با یه سی دی فیلم وارد اتاق شد و گفت بچه ها
میاین براتون فیلم بذارم؟ همه جمع شدند و بهرام گفت خدا وکیلی عشق و عاشقی نباشه، حالم از هرچی دختر و عشق و این حرفاست به هم میخوره. امیر تبسمی کرد و گفت ببینید کی حالش از دختر رو به هم میخوره. چند دقیقه گذشت، همه مشغول دیدن فیلم بودن که دوباره گوشی بهرام زنگ خورد. جانم. سلام، خوبید؟ ممنون عزیزم، چه کار میکنی؟ فیلم میبینم. چه فیلمی؟ دستای خالی، صداش مگه نمیاد؟ چرا؟ الان همون صحنه است که خسرو شکیبایی کنار دریا غش میکنه و یاد خاطرات جبهه میفته. آره، ایول، معصومه، تو همه فیلم ها رو حفظ میکنی؟ نه، فقط... فقط چی؟ این فیلم خیلی به درد تو میخوره؟ منظور؟ آخه تو به همه چی بی اعتقادی، این فیلم برات خوبه. بی مزه، شما دخترها همه گربه صفتید. بهرام؟ جانم عزیزم، تو منو دوست داری؟ آره عزیزم، تا خودت هستی دیگه هیچ کیو نمیخوام. منم دوست دارم. صادق نگاهی به بهرام کرد و گفت با کی داری حرف میزنی؟ بهرام جلو دهنی گوشی رو گرفت و گفت به فیلمتون برسید. معصومه گفت با دوستت داری حرف میزنی؟ میشه منم باش حرف بزنم؟ بهرام با لحنی تند گفت خواهش میکنم و گوشی رو به صادق داد. صادق که کلی جا خورده بود گوشی رو گرفت و گفت بله. معصومه پرسید اگه بهرام رو بخوای توی جمله تعریف کنی چی میگی؟ صادق خندید، گفت صادق وفادار، مهربون، منظم، با مرام، اگه پای رفاقت پیش بیاد تا آخرش هست. و معصومه اون روز با حرفای صادق کلی دلگرم شد. بعد بهرام گوشی رو از صادق گرفت و گفت عزیزم من باید برم شام بخورم، بعدن به هم زنگ بزن، بای. دوباره گوشی بهرام زنگ خورد. جانم چه عجب، بهرام خان یاد گرفتی به مادرتونم جان بگید. جونم مادرم، یه دختره زنگ زده میگه هانی از سراغ تو رو میگیره، میگه به بهرام بگید اگه اونو نبینم خودم رو میکشم. بهرام با لحنی سرد گفت مامان بیکاری واسه این دختره وقت منو میگیری؟ بابا مادر من، اینا فیلم دختراست، بگو بهرام نیست. مرد، دخترها موجودات بی احساسه یا احمقی هستن، زود وابسته میشن. چند روز گذشت، تقریبا بیش از 2 هفته از ملاقات با ستاره میگذشت. بهرام که توی اون چند روز نتونسته بود دوست تازهی پیدا کنه به ستاره پیام داد عزیزم در چه حالی؟ ستاره جوابی نداد. بهرام پیامشو دوباره فرستاد. ستاره جواب داد شما برای من ارزشی ندارید، چون برای دیگران ارزش قائل نیستید. بهرام که کلی کلافه شده بود گوشی رو پرت کرد و آروم خوابش برد که دوباره صدای گوشیش بلند شد. جانم. سلام، آقای زیبا تورنج؟ بله خودم هستم، از آموزشگاه علمی تماس میگیرم. خواهش میکنم بفرمایید. یه شاگرد خصوصی هست که چند جلسه کلاس رفع اشکال خصوصی میخواد، میتونید با ما همکاری کنید؟ بله بله حتما باهاتون تماس میگیرم. و دوباره بازی سرنوشت رقم میخوره. 3 روز بعد اولین جلسه کلاس تشکیل شد. شهاب شاگرد خصوصی 6 جلسه بهرام که گاهی اوقات با خواهرش نگار به آموزشگاه می اومد. نگار که دختر خوب و مهربونی به نظر می اومد با اولین برخورد دلش رو پیش بهرام جا گذاشت. به بهرام پیشنهاد دوستی داد. اما بهرام که دوست نداشت توی محیط کار خراب بشه پیشنهادش رو قبول نکرد. اما چند روز بعد که پیش خودش حساب کرد دوباره تنها شده، به پیشنهاد دوستی نگار موافقت کرد. تعطیلات تابستون دوباره شروع شده بود. بهرام معصومه رو برای مکالمات تلفنی و نگار رو برای گردش‌های روزانه انتخاب کرده بود. و اصلا فکر نمی‌کرد تنهایی اون به بهای بازی با احساسات اون دختر است. پیش خودش دلیل می‌آورد که دوستی تاریخ انقضا داره. ازدواج که زوری نیست. این وسط به پیشنهاد صادق بهرام با خانم جوانی که تازه طلاق گرفته بود و همسن بهرام بود آشنا شد و اون برای چند ماهی به صیغه بهرام در اومد. شاید این کار تازه‌ای برای بهرام نبود، اما پرستو کمی برای بهرام ارزش قائل بود.
چرا که دختر یه مرد ثروتمند بود و ارث زیادی به اون رسیده بود و برای همین اون گاهی ساعتها با خودش کلنجار می رفت که کاش می تونست پرستو رو برای ازدواج انتخاب کنه.